سلام دوستان من من هیجان زده هستم از اینکه این سری جدید پیغام ها رو با عنوان شمردن ستارگان وقتی هیچ چیز نمی بینید براتون میارم شاید همون جایی هستید که ابراهیم بود جایی که از خدا وعده ای گرفت و خوشحال و هیجان زده شد ولی بعد خدا سکوت کرد و اون گفت چه خبر شده 25 سال گذشته خدا از طرف شما کار میکنه و همه شرایط رو برای خیریت شما کنار هم قرار میده امروز من این سری جدید رو شروع می کنم با عنوان شمردن ستارگان وقتی هیچ چیز نمی بینی. چون زمانی که خدا به ابراهیم وعده داد که، نسلش به اندازه ستارگان در آسمان زیاد خواهد بود ابراهیم هیچی نداشت هیچ بچه ای نداشت اما وقتی به سفر ایمان ابراهیم نگاه می کنید یه پیشرفت راحت نمی بینید که با همه جور چالشی روبرو شد با سختی ها روبرو شد با شک و ترس تو زندگیش روبرو شد با دیفای خودش روبرو شد با گناه و شکست روبرو شد با همه نوع مخالفتی مواجه شد و با وسفسه های زیادی روبرو شد که دست از شمردن ستاره ها برداره وقتی خدا بهش گفته بود ستاره ها رو بشماره اما در نهایت دلیل اینکه ابراهیم چهره مرکزیه اشتباه نکنید ابراهیم چهره مرکزی در عهد قدیمه و دلیلش اینه که اون صرف نظر از شرایط و دل سردی ها به شمردن ستاره ها ادامه داد وقتی نمیتونست چی ببینه به شمردن ستاره ها ادامه داد و اساسا تنها چیزی که داشت کلام خود خدا بود خدای قوت و قدرت باهاش صحبت کرد و اون گفت همینه این برام بسه باید اینو متوجه بشین اون کتاب مقدس نداشت هیچ مطالعه کتاب مقدسی نداشت هیچ گروه کوچکی برای شرکت درش نداشت هیچ برنامه شاگردسازی نداشت هیچ کلیسا و واعظی نداشت شاید این بهترین گزینش بود اما تنها چیزی که داشت کلام خدای قادر مطلق بود که بهش گفت ابراهیم ستاره ها رو بشمار میدونم که الان هیچی نداری اما شروع کن به شمردن پس ازتون میخوام لطفا به پیدایش دوازده برید خدا به ابراهیم فرمان داد فرمود ابراهیم از مملکت خودت بیرون برو سرزمینت رو ترک کن و به سرزمینی برو که به تو نشان خواهم داد اون سراغ گوگل ارث نرفت ببینه چه جور سرزمینیه اصلا این برنامه رو نداشت خدا فرمود از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد و همه ی توایف زمین به واسطه ی تو برکت خواهند یافت میخوام تو زندگی ابراهیم آینه ای برای زندگی خودتون و زندگی شما و زندگی من ببینم چون همینطور هست چون مثل ابراهیم خدا تک تک ایمانداران به عیسی مسیح رو فرا میخونه که از سرزمین قدیمیشون بیرون بیان خدا تک تک ما رو که از سرزمین گناه اومدیم دعوت میکنه چون ما در گناه متولد شدیم تک تک ما در اون سرزمین بودیم جایی که با پشت کردن به خدا متولد شدیم این سرزمین کهنه برای همه ماست این کشور گناهه این سرزمین سرکشیه قبل از اینکه به سوی خدای زنده بیایم این کشور قبل از زندگی مسیحیه همه ما در اور کلدانیان متولد شدیم و بیرون اومدیم درست مثل ابراهیم و بعد در نقطه خدا به تک تک ما گفت بیا و از من پیروی کن از زندگی گناهالودت بیرون بیا از راه های قدیمی با همه خودخواهیهاش با همه کل شقیهاش با همه سرکشیهاش و خواستت برای انجام امور خودت با همه آرزوهای خودخواهانش با همه سردرگمیهاش با همه گمگشتگیهاش با همه شکهاش برگرد و از من پیروی کن خدا به تک تک ما فرمود. من گناهانتون رو به واسطه ی خون پسرم عیسی مسیح خواهم بخشید من روح زخمی و جان مجروح شما رو شفا خواهم داد من قلب شکستتون رو ترمیم می کنم من شما رو به عنوان فرزندم به فرزند خوندگی میپذیرم به شما هویت می میبخشم من به شما قلبی میبخشم که مشتاق اطاعت از من باشه شما را با به عنوان فرزند شاه شاهان به فرزند خوندگی قبول می کنم و شما وارث همه اون چیزهایی میشید که متعلق به است شما دیگه گم شده نیستید بلکه متعلق به من هستید وقتی به من اعتماد کنید از من اطاعت کنید با من راه برید من رو خدمت کنید من شما رو برکت میدم از این لحظه به بعد ازتون میخوام ستاره ها رو بشمارین تا حالا شنیدید خدا بهتون بگه وقتی ایماندار میشید با همه اون شادمانی و هیجانی که به خاطر نوع ایمان شدن دارید خدا بهتون میگه خیلی خوبه حالا میتونی ستاره ها رو بشماری و اون چه که ستاره های شما هست با من فرق داره و برعکس من خدای قوت و قدرت هستم من تو رو به دلیلی به سمت خودم فراخوندم شرایط غمانگیز اینه و از جهات زیادی همین اتفاق برای ابراهیم هم افتاد اینکه بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردیم و خودمون رو تسلیم ایسا کردیم بعد از خوشی و هیجان از دونستن اینکه من فرزند خدای زنده هستم اینکه خدا همه گناهان منو بخشیده و منو به طور ابدی نجات داده و حالا این تضمین حیات جاودانی رو دارم بعد از اینکه همه این هیجانات کم شدند در حران خودمون گرفتار میشیم میگید یعنی چی من تو این هفته های آینده بیشتر از اونچه که بخواید بدونی درباره هران صحبت میکنم هران لاس وگاس روحانیه تو پیغام بعدی روی این تمرکز میکنم اما در اون حران روحانی چه اتفاقی میفته که فقط در حران نمیمونه و ایمانداران زیادی به سرزمین حران به زمین سازش و سردرگمی میرسن و هیچ وقت به ارتفاعات عالی تر که خدا شما رو برای اون خونده نجات داده و بازخرید کرده نمیرن ما هیچ وقت به این سرزمین بزرگتر وعده و برکت نمیریم چیزی که کتاب مقدس میگه انتقال از یه نقطه جلال به نقطه دیگری از جلاله ما وقتی به عیسی بله میگیم خوب شروع میکنیم اما خیلی نمیگذره که کهنه که و تازه رو با هم مخلوط میکنیم من واقعا به خداوند دعا می کنم که این سری پیغام ها رو برای ما به عنوان بدنی از ایمانداران و خیلی از کسانی که در اطراف دنیا تماشا می کنن استفاده کنه و ما رو به شکلی که تا به حال به چالش نکشیده به چالش بکشه به چالش بکشه که چیکار کنیم که میان مایگی رو کنار بذاریم که ایمان نصف نیمه رو دور بریزیم تا زندگی هران رو دور بریزیم تا وسوسه رفتن به مصر و اونجا موندن رو دور بریزیم تا شک و نااطاعتی رو دور بریزیم و به دشت های مرتفع تر قوت قدرت و جلال خدا بریم آمین هیچ وقت فراموش نکنید که وقتی خدا ابراهیم رو فراخوند ابراهیم و تمام خانوادهش بتپرست بودند. اونها بتها رو میپرستیدند. در واقع سالهای سال بعد نوش یعقوب به اجداد ابراهیم برمیگرده و اونجا اموش لابان بتهایی رو نگه داشته بود در واقع همسرش راحیل اونها رو دزدید اونا بت پرستن اونا ابر روحانی نیستن اونا بت میپرستن هیچ چیز بیشتر از این برای خدا توهین آمیز نیست که فرزندانش که ادعا میکنن خدا رو می‌شناسن و دوست دارن اونایی که خدا بازخرید کرده و نجات داده زندگی کهنه رو با زندگی تازه مخلوط میکنن میپرسیم مایکل از کجا اینو میدونی؟ در کتاب مکاشفه وقتی عیسی با ایمانداران شهر لاودیکیه که یه پاشون تو دنیا بود و یه پاشون با خدا با عیسی بود صحبت میکنه خیلی واضح اینو بیان میکنه و میگه ولرم بودن شما باعث میشه بخوام شما رو از دهانم قی کنم ای کاش سرد یا گرم بودید و وقتی ابراهیم نصف راه رو به سمت کنعان رفت تصمیم گرفت که در هران بمونه مسلما بعضی از مورخین میگن تاثیر پدرش بوده در واقع بعد از اینکه پدرش مرد حرکت کرد و سفرش رو ادامه داد اما هران همیشه نماد سازش کردنه سازش سازش و وقتی خدا باید می اومد و از هران بیرون می آوردش چون خدا خدای قیوریه و میخواست ابراهیم زندگی رو که با تمام قلبش نبود ترک کنه و خدا از ابراهیم خواست که تمام گذشتش رو پشت سر رها کنه تا هرچی که عزیز و نزدیک بود براش رو رها کنه تا رها کنه و به جایی بره که هرگز ندیده و شاید هیچ وقت هم دربارش نشنیده پس ابراهیم خودش رو تقریبا تنها دید ولی واقعا تنها نبود اون یهوه رو داشت و این یعنی همه چیز من و شما این امتیاز رو داریم که سلوک مسیحی رو به تنهایی طی نکنیم خدای فیاض من خدمت شاگردسازی و همه نوع خدمتی وجود داره هیچ کدوممون مجبور نیستیم به تنهایی گام برداریم پیدایش دوازده به آیات دو و سه نگاه کنیم خدا وعده های مشخصی به ابراهیم میده و خدا همون وعده ها رو به هر کسی میده وقتی که از گناهمون توبه میکنیم و به سمت خدای زنده برمیگردیم خدا این وعده ها رو میده که نه فقط گناهانت رو میبخشم بلکه با تو راه خواهم رفت تو فرزندم هستی دوستت دارم هرگز فراموش شده یا رها شده نخواهی بود و اینجا خدا اینطور میگه از تو امتی عظیم پیدا کنم تو را برکت دهم نام تو را بزرگ سازم تو برکت خواهی بود برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند من مطمئن میشم که از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت چند تا من خواهم کرد رو شمردید اما شیطان هم میگه من خواهم کرد اینو میدونستی در اشعیا 14 شیطان پنج بار گفت من خواهم کرد اینطور گفت به آسمان صعود خواهم کرد کرسی خود را خواهم افراشت بر کوه اجتماع جلوس خواهم نمود بالای ابرها صعود خواهم کرد خود را مثل حضرت اعلا خواهم کرد و به خاطر همین خودستایی از آسمان بیرون انداخته شد ولی در پیدایش دوازده هم چندین من خواهم کرد هست از دستشون ندید از دستشون ندید من میدونم و خیلی از شماها هم دربارش میتونین شهادت بدین که هر بار که من می من خواهم کرد به درد سر میفتم هر بار که خدا میگه من خواهم کرد و من همراه خدا میرم برکت میابم در واقع اینجا در پیدایش دوازده خدا هفت چیز به ابراهیم وعده میده دقیقا هفت چیز در مقابل تنها چیزی که از ابراهیم خواست انجام بده اینه که از گذشتش دور بشه دور بشه و اون سرزمین قدیمی رو با همه بتهاش و پرستش بتهاش ترک کنه به سرزمینی بره که خدا بهشون نشون میده بیایید با هم به این برکات هفتگانه نگاه کنیم بسیار خوب به هر حال هر کدوم از اون برکات هفتگانه در عیسی مسیح محقق شدن از کلام خدا بهتون نشون میدم تک تکشون کسی که بر اساس کتاب رومیان و غلاطیان، زوریت ابراهیم به طور مفرد هست برکت شماره یک من به تو سرزمینی نشان خواهم داد در زم وقتی این برکات رو میخونید یادداشت بردارید یه پیشرفت طبیعی میبینید شما از یه نقطه جلال به نقطه دیگر جلال حرکت کنید. شما تو زندگی مسیحی گیر نمیافتید پیشرفتی وجود داره وقتی رفتید خونه اولین برکت رو با آخرین برکت مقایسه کنید از اون پیشرفت متحیر میشید یه راهنمایی بهتون کنم. اول اولین برکت میگه من به تو سرزمینی نشان خواهم داد این رو در کلام خدا دیدید سرزمینی بهت نشون میدم حالا برید سراغ هفتمین و آخرین برکت میگه به تو سرزمینی خواهم بخشید شگفت انگیز نیست من به تو سرزمینی نشون خواهم داد اما اون رو به تو خواهم بخشید از دیدن به دریافت کردن خواهی رفت به همین دلیل اعتماد کامل کلیده خدا اغلب اینطور با من و شما کار میکنه واقعا همین کار میکنه خدا با گفتن این شروع میکنه که من به تو برکات عظیمی رو نشون میدم که تماما مال تو و برای تو ذخیره شدن وقتی با من راه بری و منو خدمت کنی و منو اول و مقدمتا توی زندگیت قرار بدی تا جایی که میگه تو تصرف خواهی کرد و با او سلطنت و حکمرانی خواهی کرد این همیشه منو به زحمت میندازه هر بار من انتخاب میکنم خدای من ضربش رو میخورم اما هر بار که خدا انتخاب میکنه و من انتخاب خدا رو پیروی میکنم به طور کامل برکت مییابم میدونم خیلی از شما هم میتونیم به این شهادت بدیم ولی لطفا 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 مراقب باشید وقتی با یک دندگی راه خودتون رو میخواید وقتی میگید من اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام شاید خدا مدتی اونو بهتون بده شاید بذار مدتی اونو داشته باشید اما مراقب باشید چون در انتها برکتی نخواهد بود اما وقتی خدا دستتون رو میگیره و شما رو به جایی که خودش میخواد برید میبره قویان برکت خواهید یافت برکت شماره دو از تو امتی عظیم پیدا کنم این اولین وعده از وعده‌های بدون شرط بسیاری هست که خدا داد و خیلی خوبه که بدون شرط چون اگر مشروط بود، ابراهیم هیچ وقت موفق نمیشد. چون اگه مشروط بر کامل بودن ابراهیم بود، اگر مشروط بر عملکرد ابراهیم بود، اگر مشروط به وفاداری نسل اون بود، اونها هیچ وقت موفق نمی شدن. این قوم منظورم نصر ابراهیمه اونها بارها و بارها به شدت خراب کردند. در کلام خدا به وضوح می بینیم که وعده های مشروط وجود داره وعده های بدون شرط هم وجود داره مشکل اینه که خیلی از مسیحی ها این دو رو با هم اشتباه می‌گیرن و میرن و از خدا وعده این مشروط رو میطلبند بدون اینکه شرط رو به جا بیارن با من هستید زمانی که خدا ما رو در مسیح برگزید این فیض خالص خدا بود این بدون شرطه هیچ ربطی به ما نداشت ما چیزی نداشتیم که ما رو برای خدا دلپذیر کنه ما هیچ نقشی درش نداشتیم اما بعد در سلوک مسیحیمون وعده های مشروط زیادی هستند و میخوام این رو به یاد داشته باشید وقتی خدا اون وعده بدون شرط رو به ابراهیم داد همونطور که گفتم ابراهیم 75 سالش بود و همسرش سارا 65 سالش بود و این فرقی ایجاد نکرد وقتی خدا گفت ستاره ها رو بشمار اونها تو سنین بازنشستگیشون بودند. داشتن از بیمه بازنشستگیشون استفاده میکردن اگه همچین چیزی وجود می داشت ستاره ها رو بشمارید وقتی هیچی نمی بینید این ایمان در مفهوم ناب کتاب مقدسی اما خدایا من پیر هستم ابراهیم شروع کن به شمردن ستاره ها اما خدایا اگه از ارادت دور شم چی به شمردن ستاره ها ادامه بده ابراهیم اما خدایا اگه نصر من از تو دور بشن چی ستاره ها رو بشمار خدایا ولی اگه نسل من بت پرست بشن چی؟ اگه تو خیابون بعل رو بپرستن چی؟ تو به شمردن ستارا ادامه بده ابراهیم ولی خدایا اگه این اتفاق بیفته یا اون بشه چی؟ تو به شمردن ستاره ها ادامه بده چرا؟ چون بزرگی نسل او بزرگی روحانی بود چون این وعده بدون شرط در اون یگان نسل او اون زوریت او به صورت مفرد نجم یعنی عیسی مسیح محقق میشه و امروز میلیون ها انسان در اطراف دنیا برای پرستش خدای زنده میان به خاطر عیسی و به خاطر اینکه همه این برکات در عیسی محقق میشن و پولس گفت که هر کس که پیرو ایساست نسل ابراهیمه. جای تعجب نیست که در یوحنا باب هشت وقتی ایسا فرمود پیش از ابراهیم من هستم اونها عصبانی شدن. حتی میخواستن ایسا را بکشن برکت شماره سه تو را برکت خواهم داد تو به طور شخصی متوجه شدید؟ من تو را برکت خواهم داد یک چیز دیگه هم هست که منو آزار میده این وعده که از اون امتی عظیم پدید میاره وقتی هنوز بچه ای نداره این خودش مبهود کننده است این خودش قطعا به شدت تکان دهنده است چون حالا علاوه بر این ابراهیم من تو رو به طور شخصی برکت میدم برکت شماره چهار نام تو را بزرگ سازم و تو دنیا رو برکت خواهی داد یا جهان به وسیله تو برکت خواهند یافت مطمئنا در طول چهار هزار سال اول یهودیا بعد مسیحی ها، و بعد مسلمون ها مدعی ابراهیم به عنوان پدرشون هستند اما اسم ابراهیم نمایانگر چیه؟ این اسم نمایانگر ایمان و اعتماد استوار به خدای زنده است این اسم نمایانگر وعده خداست این اسم نمایانگر کاریه که خدا انجام داد این اسم نشون دهنده وفاداری خداست پس خدا اسمش رو از ابرام به ابراهیم تغییر میده که یعنی پدر بسیاری گلاتیان باب 3 آیه 14 اینو بنویسید و وقتی رفتید خونه مطالعهاش کنید. غلطیان 3:14 به ما میگه که بزرگترین ظریت ابراهیم با فاصله زیاد خداوند عیسی مسیحه. و دنیا با اومدن به سوی عیسی مبارک میشه. امروز تمام دنیا به وسیله این یگان زوریت ابراهیم مبارک میشه مردم از هر امت زبان و قبیله ای نجات پیدا میکنن و باز خرید میشن و در نجاتشون شادمانی میکنن حتی در میان جفا به خاطر این یگان زوریت ابراهیم یعنی خداوند عیسی مسیح برکت پنج و شش سریع بهشو میپردازم چون وقت زیادی نمونده اما خدا میفرماید برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و بعد میفرماید لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند در طول تاریخ به طور خاص در عهد قدیم میبینیم که خدا بارها و بارها و بارها این وعده رو محقق میکنه ای کاش زمان داشتم تا نمونه های زیادی بهتون بدم اما چند تا نمونه رو میگم وقتی یوسف نتیجه ی ابراهیم به عنوان اسیر در مصر فروخته شد کتاب مقدس میگه خدا مصر رو به خاطر یوسف برکت داد وقتی که قوم بالاخره داشتن به سرزمین معود به کنعان وارد میشدند خدا راها به و خنوادش رو برکت داد به خاطر کاری که برای اسرائیل انجام داد همینطور میتونم ادامه بدم که چطور خدا واقعا و از نظر روحانی و به همه طرق دیگه این وعده رو محقق کرد. به عنوان ایمانداران اگر به هر طریقی برای ایمانتون بیستید دشمنهایی خواهند بود. شما دشمن تراشی نمی کنید. من میتونم بهتون بگم خداوند هم شاهده که من هیچ دشمنی ندارم هیچ کس از نظر من دشمن نیست هر چی که باشه اونها دشمن من نیستن اما اونا خودشون رو دشمنان ما میدونن ما این کار رو نمی کنیم اما اونا می کنن. اونا خودشون رو دشمنان ما می بینن و ما نباید به هیچ وجه با اونا بجنگیم در واقع ما آرام میستیم و خدا نبردها رو برای ما می جنگه. چون خدا وعده داده که اگر اونها به دشمنیشون ادامه بدن خدا به حسابشون میرسه و خدا خیلی بهتر از هر کدوم از ما عمل میکنه خداوند میفرماید انتقام از آن من است با یه مرد جوان صحبت می که به خاطر ناعدالتی که براش پیش اومده بود خیلی عصبانی بود و میخواست کاری بکنه بهش گفتم برکت این که یکم بیشتر زندگی کردم اینه که دیدم خدا بهتر عمل میکنه صبور باش و همینطورم شد چند هفته بعد خدا ترتیب اون مشکل رو براش داد و وفاداریش رو ثابت کرد برکت شماره هفت من این سرزمین رو به نسل تو میبخشم. در زمانی که این وعده داده شد ابراهیم هیچ نسل و هیچ زمینی نداشت برای همین اسمش و شمردن ستارگان وقتی هیچی نمی بینین گذاشتم اما این همش نیست ابراهیم و سارا بدون اینکه اون سرزمین رو مالک بشم مردن و دفن شدن. شگفتانگیز نیست فوق العاده نیست: با این حال بیشتر از 400 سال بعد، خدا وعدش رو برای نسل ابراهیم محقق کرد و اونها سرزمین وعده رو دریافت کردن. وعده‌های خدا، عزیزان دقت کنید، وعده خدا در نسل سوم، چهارم، پنجم، ششم و دهم محقق میشه. وعده‌های خدا از اینکه من اینجا در مقابلتون ایستادم واقعی‌تر هستند. با این تموم می‌کنم. عیسی وعده‌های زیادی داد که میتونین واقعا دریافتشون کنیم ایسا در متا 11 آیات 28 و 29 فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان، و گرانباران یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید و در نفوس خود آرامی خواهید یافت من درباره شما نمیدونم و نمیدونم در سلوکتون کجا هستید ممکنه اینجا میایید یا در اطراف دنیا دارید تماشا میکنید و یخچالی روی پشتتون حمل میکنید ممکنه احساس گرانباری و فروماندگی و خستگی زیادی میکنید اما این وعده خدا به شماست نزد اون برید و اون بار رو بر خودش میگیره اون در هر صورت این کار رو روی صلیب انجام داده در متی 19 عیسی در صحبتش با اون ثروتمند میفرماید اگر اون چه ابدی هست رو میخوای بوتات رو کنار بذار اونها رو دور بریز و بیا و از من پیروی کن و اونجا در آسمان گنج های بیشمار خواهی داشت دوستان عزیز این اصل خاندگی خدا بر ابراهیمه سرزمینت رو رها کن اون مردم قدیمی رو رها کن زمینت رو رها کن خونوادت رو رها کن و به سرزمینی برو که نمیتونی ببینی ولی من به تو نشون خواهم داد و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم نام تو را بزرگ سازم برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند و زمین رو به تو خواهم بخشید اعلام مشتاقانه حقیقتی که سازش نمی کنه. هدایت به سوی راه با دکتر مایکل یوسف